سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی پیشبینی هفته ششم لیگ برتر ایران، هفته که توش دو تا بازی خیلی 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 جذاب و حساس داریم و یکی از اون بازی‌ها دربی تهرانه که البته قراره توی عراق برگزار بشه. خب بچه‌ها یه نگاهی هم به جدول لیگ پیشبینیمون بندازیم که فعلا نفرات برتر رو می‌بینید. مهدی بی الی همچنان صدرنشین قهرمان باشد، ایمان و بقیه نفراتی که هستن حتما تأکید می‌کنم که اگه هنوز عضو لیگ نشدید میتونید به امتیازایی که کلاً توی 360 جمع کردید بیاد عضو لیگ ما بشید. یعنی ممکن شما همین که وارد لیگ شدین صدرنشین ما باشید و اگه نمی‌دونید چطوری باید این کارو کنید عضو لیگ ما بشید، حتما توی گپ تلگرام که لینکش توی دیسکریپشن هست عضو بشید، اونجا بهتون توضیح دادم. عشقی بی‌معطلی شروع کنیم از بازی اول، فولاد در مقابل ذوب‌آهن. خب این بازی نبرد دو تا از تیم‌های چغر بدبدن امسال لیگ برتره. جفت تیم‌ها مربیای کاربلدی باز سرشونن، اون طرف یحیی گل‌محمدی برای فولاد و این طرف هم محمد ربیعی برای ذوب‌آهن. هفته قبل یحیی گل‌محمدی و فولاد تونستن مقابل هوادار و مهدی رحمتی یکیش برنده بشن. این دومین برد فولادیا توی 5 بازی اولشون توی لیگ بود. از اون طرف ذوب‌آهن که بازی سختش داره همینجوری براش میاد، هفته قبل ترش با تراکتور بازی کرده بود که تونست تراکتور رو ببره، شگفتی بزرگ خلق کرد. هفته قبل هم با سپاهان بازی داشت توی دربی اصفهان که اونم یه بازی خیلی سخت بود و در حالی که اون بازی اول عقب افتادن در نهایت تونستن بازی مساوی کنن. خب این بازی به نظر من از لحاظ نتیجه قطعا بازی نزدیکی خواهد بود، چون جفت تیم‌ها هم نشون دادن که امسال قرار نیست به هیچ تیمی باج بدن. اما چون بازی توی خوزستانه و فولاد میزبانه و از اون طرف تا جایی که من یادم میاد یحیی جلوی محمد روی نتایج خوبی به دست آورده، مخصوصا توی دورانش توی پرسپولیس، فکر می‌کنم فولاد بتونه این بازی رو 2-1 از ذوب‌آهن ببره. بریم سراغ یه بازی جذاب دیگه این هفته، آلومینیوم عراق در مقابل خیبر خرم‌آباد. خب خیبری هفته گذشته بازی خیلی سختو داشتن. اونا جلوی تراکتور بازی کردن توی خونه خودشون، اونم در حالی که هوادارهای خودشون اجازه حضور توی استادیوم نداشتن. و خب واقعا سخت دیگه جلوی تراکتور بازی کردنی که این فصل یکی از بهترین و آماده ترین تیمای لیگه. و الحق و الانصاف باید بگیم که خیبر اون بازی هم خوب بازی کرد و تا حد زیادی تونستن تراکتور رو اذیت کنن، ولی باختی اون بازی به نظر من خیلی نچه عجیبی برای خیبری نبود. اون طرف هم آلومینیوم کبیر رو داریم که فعلا نتونسته بردی به دست بیاره. شاگردای آقای مشتبه حسینی فعلا توی 5 هفته اول تونستن 3 تا بازی مساوی کنن، 2 تا بازی هم باختن. و خب این عملکرد آلومینیوم چیزی بود که شاید حدسشون می‌زدیم بعد از اینکه بازیکنای مثل لیموچی و چند تا از بازیکنای خوبشون رو از دست دادن توی پنجره نقل و انتقالاتی، این افت قابل حدس بود. ولی خب من فکر نمی‌کنم که این بازی برنده داشته باشه در نهایت. من میگم 0-0 میشه بازی. حالا بریم سراغ بازی دو تا از تیم‌های آماده این فصل، استقلال خوزستان در مقابل ملوان. خب ملوان که حتما دیگه میدونید زیر نظر مازیازاره این فصل نتونستن نتایج خیلی خوبی به دست بیارن. آمار ملوان توی 5 بازی اولش اینطوریه: 3 تا بردی، مساوی و 1 باخت. ملوانی که سال قبل هم تونسته بودن شوره خیلی خوبی با مهدی تارتار داشته باشن، این فصل دارن همون روند رو مازیازاره طی میکنن و فعلا رتبه سوم جدول رو بعد از سپاهان و تراکتور دارن. فکرشو کن چی میشه ملوان سهمیه آسیایی بگیره، عشق میکنیم ما. از اون طرف هم تیم استقلال خوزستان داریم که توی این فصل یه برد داشته، اونم جلوی تیم استقلال جواد نکونام. استقلال خوزستان هفته قبل با چادر مندو بازی داشت که بازی براشون گره خورد و در نهایت کارو مساوی تمام کردن. چیزی که در مورد استقلال خوزستان مشخصه، اونا واقعا پیشرفت کردن نسبت به سالهای قبل. اونا با مربی که آوردن و بازیکنایی که خریدن واقعا تیمشون بهتر شده. و وقتی در مورد این بازی صحبت میکنیم به نظرم حتما باید به رضا قندیپور و بیفوما اشاره کنیم. رضا قندیپور در حال حاضر با 3 گل زده بازیکن فقط 18 ساله ملوان آقای گل لیگه. و اون طرف هم تیوی بیفومار داریم که فعلا تونسته 2 تا گل برای استقلال خوزستان بزنه و بهترین گلزن تیمشه. نبرد این دو نفر توی این بازی میتونه خیلی جالب و باحال باشه. اما در نهایت من میگم که ملوان این بازی 1-0 میبره. دلیلم هم اینه که به نظر من ملوان تیم بهتری و بازی هم توی سنسیرو توی انزلیه و این فصل کار برای رقبا توی انزلی خیلی سخته. اما برسیم به یکی از حساس ترین و جذاب ترین بازی این هفته که بهتون گفته بودن، سپاهان در مقابل تراکتور. نبرد تیم صدرنشین با تیم دوم. این بازی قراره بین دو تا از آماده ترین تیم های ایران باشه. سپاهانی که در حال حاضر با 4 برد و 1 مساوی صدرنشین لیگه و اون طرف تراکتور پرستاره این فصل هم با دراگون اسکوچی شروع خوبی نسبت به فصل گذشته داشته و فعلا رتبه دومو دارن با 3 برد 1 مساوی و 1 باخت. نکته مثبتی که هر دو تا تیم توی این فصل داشتن خط حمله خیلی خوبشون بوده. سپاهانی ها تونستن توی 5 بازی اول خودشون توی این فصل لیگ برتر 8 گل به ثمر برسونن و اون طرف این آمار برای تراکتور 9 گله و از این حیث بهتر این تیم‌ها تا اینجای فصل هستن. توی این بازی ما قرار شاهد نبردای خیلی جذاب رو در رو هم باشیم. مثلا ژوزه مورایس و دراگون اسکوچیش که برای اولین باره که قرار روبروی هم دیگه قرار بگیرن به عنوان مربی دوتا تیم. و اون طرف دوتا از آماده ترین بازیکن‌های لیگ این فصلمون رو داریم. یعنی محمد کریمی کاپیتان سپاهان که فعلا 2 تا گل زده و اون طرف امیرحسین حسین‌زاده که 3 گل زده داشته و یکی از آقای گل‌های لیگ. و از هر لحاظ که نگاه کنی، چه از لحاظ تاریخی چه از لحاظ حال حاضر، این بازی قطعاً خیلی جذابه. اما پیش‌بینی من از نتیجه بازی
2-2 مساویه. معمولا بازیه که توی سپاهان و ورزشگاه نقش جهان برگزار کردن این دوتا تیم پرگل شده. مثلا سال پیش یه بار سپاهان 3-1 تراکتور رو برده، یک بار هم 4-2 دو سال پیش تونست از پس تراکتور بر بیاد و البته 3 سال قبل هم بازی 2-2 مساوی شده بود که البته اون بازی توی تبریز بود. و با توجه به قدرت خط حمله تیم‌ها و ضعفایی که توی خط دفاعشون دارن، من پیش بینی می‌کنم که این بازی پرگل از آب در بیاد. بریم سراغ بازی بعدی، چادرملا در مقابل مس. این بازی نبرد تیم‌های رتبه‌های 12 و 10 جدول لیگ. چادرملا که اولین فصلش توی لیگ برتر تجربه می‌کنه، فعلا یه برد داشته، 2 باخت و 2 مساوی. اون طرف هم محرم نویدکیو مثل رفسنجان که فصلو با داستانه خیلی عجیبی شروع کردن، فعلا نتایج به نسبت بهتری گرفتن. اونا یه برد داشتن، 2 مساوی و 1 باخت. هفته گذشته مسی جلوی گلگهر دربی رفسنجان رو برگزار کردن که در نهایت این بازی 0-0 مساوی تمام شد. اون طرف چادرملا هم همونطور که قبلا گفته بودم جلوی استقلال خوزستان بازی داشت که خیلی بازی سخت و نزدیکی بود و در نهایت اون بازی هم مساوی شد. و با توجه به چیزی که از دوتا تیم توی هفته‌های قبلی دیدیم، من فکر نمی‌کنم که این بازی هم برنده داشته باشه. من میرم برای مساوی 1-1. حالا بریم سراغ بازی بعدی، گلگهر در مقابل هوادار. تیم پر هوادار هوادار. خب گلگهری‌ها که این فصل با تارتار کارو خوب شروع کردن، بعد جلوی هواداری بازی کنن که با مهدی رحمتی رو به قهقرای. هوادار فعلا با 0 بود رتبه 16مو داره و از آخر اوله. اون طرف هم گلگهر رو داریم که تونسته دو تا برد به دست بیاره، یه مساوی و یه باخت. من فکر میکنم که گلگهر بتونه این بازی 2-1 از هوادار ببره. دلیلم واضحه دیگه، من از همون اول به هوادار هیچ امیدی نداشتم و فکر میکنم که مهدی رحمتی مستقیم صعود میکنه به لیگ 1. اون طرف گلگهر هم امسال با مهدی تارتا داره خوب بازی میکنه و خوب نتیجه میگیره. خیلی بعید بدونم که هوادار بخواد از پس گلگهر بر بیاد. البته لیگ ایران هر چیزی ممکنه، ولی خب. اما بازی باحال دیگه‌ای که داریم این هفته، شمس آذر قزوین در مقابل نساجی مازندرونه. خب نساجی هفته پیش حتما دیدین دیگه، بازیشون جلوی استقلال یه بازی پرگل، پرحاشیه و پرویار. بازی که در نهایت 2-2 مساوی تمام شد و عملکرد نساجی توی اون بازی هوادارشون خیلی با ادامه فصل امیدوار کرد. ساکت الهامی که قبل از بازی استقلال استعفا داده بود، بعد از اومدن خطی راضی به موندن شد، چند تا بازیکنم به تیمشون اضافه شد، چند تا خارجی و خیلی خوب مثل کوین یامگا. و اون طرف شمس آذر داریم که فعلا توی 5 هفته اول نتونسته بردی به دست بیاره. اونا خوب بازی میکنن و بعد شانسی میارن و فعلا نتونستن بردی کسب کنن. یه نکته جالبم که در دو تا تیم وجود داره اینه که توی 5 بازی اولشون هیچ کدوم از بازی‌ها کلین شیت نتونستن بکنن و این پیامو به ما میرسونه که احتمال خیلی زیاد این بازی باید گل داشته باشه. و فراموش نکنیم که شمس آذر فعلا رتبه 15ام، نساجی رتبه 14ام و هر کدوم از این دو تا تیم که بتونه بازی ببره امتیاز خوبی جمع کرده و خودشون میکنه از ته جدول. من پیش بینی اینه که نساجی این بازی رو 1-0 میبره. درسته که بازی قراره توی قزوین برگزار بشه و شمس آذر میزبانه، ولی اون جوونی و عدم تجربه توی تیمشون واقعا مشخصه که داره بهشون ضربه میزنه. من واقعا امیدوارم که سعی دقیق بتونه این تیم رو نگه داره توی لیگ برتر دوباره، ولی کار خیلی سختی داره. اون طرفم نساجی با توجه به عملکردی که جلوی استقلال ارائه داد و بازیکنایی که به تیمش اضافه شدن، به نظرم میتونه از پس این بازی بر بیاد اگه یه کمی خوشانسی بیاره، که بعید نیست چون شمس آذر حریفش. اما برسیم به حساس ترین بازی که هممون منتظرش بودیم، استقلال در مقابل پرسپولیس، دربی 104م پایتخت که قراره تو عراق برگزار بشه. از کجا شروع کنم براتون در مورد این دربی؟ به نظرم منطقیه که از رتبه های دو تا تیم شروع کنیم. فعلا استقلال جواد نکونام توی این فصل رتبه 9 جدول دارن با 1 برد 2 مساوی و 1 باخت. از اون طرف آقای گاریدو و تیمش فعلا رتبه 4م لیگو دارن با 2 برد 2 مساوی و 0 باخت. اگه بخوایم در مورد مصدوما و کسایی که نمیرسن به این بازی مهم هم صحبت کنیم، حتما میدونید که روزبه ششمی تو بازی جلوی نساجی توی دقایق آخر اخراج شد بعد از اون صحنه که وی آر چک کرد و این بازی رو از دست داده. استقلال هم قبل از بازی اعتراض کرد که آقا این کارت قرمز درست نیست و اینا، بعد روزبه برسه به اون بازی، ولی سازمانی که قبول نکرد. اون طرف نگرانی خیلی زیادی که پرسپولیس داشتن در مورد الالمود و البته استون اورونوف. ایوب که گفتن اوکی میرسه، چند روز قبل توی تمرین تازه شد، اما خب اورونوف همین چند ساعت پیش خبر رسمی و قطعیش اومد که میتونه بازی کنه جلوی استقلال. اما اگه بخوایم در مورد حاشیه‌های بازی صحبت کنیم که 10 دقیقه اینجا باید براتون زیر بزنم، اتفاق خیلی جالبی که افتاده، صفحات رسمی استقلالی‌ها توی اینترنت هر جا که لوگوی پرسپولیس باید بوده باشه رو حذف کردن. مثلا برنامه بازی خودشون توی این ماهو گذاشتن نساجی و شمس آذر و فلان و بسار، بعد اصلا لوگوی پرسپولیس دیده نمیشه. این بازی برای استقلالی‌ها شاید بتونه مهم‌تر
از برای پرسپولیسیا باشه، چون از آخرین باری که پرسپولیس شکست خورده توی دربی جلوی استقلال خیلی وقته که گذشته، چندین سال. و از این طرف شرایط جواد نکونام توی استقلال بعد از اون مساوی که جلوی نساجی گرفت باز لغزنده و شکننده شده. دوباره خیلی دارن گمانه‌زنی‌ها شروع می‌کنن که اگه نکونام این بازی رو ببازه بدون توجه به هیچ چیزی اخراج میشه از استقلال. توی چند روز گذشته هم دوباره درگیری‌های بین سمی مدیر عامل استقلال نکونام بیشتر شده. بعد از اینکه حقدوس مشاور مدیر عامل استقلال اومد یه مصاحبه ترتیب داد و حسابی کوبی جواد نکونامو، جواد نکونام همون شبش به جواب نذاشت، دوباره دیسپک استادو داد. خب این قطعاً چیزی نیست که استقلال تا قبل از این بازی حساس بهش نیاز داشته باشن. از اون طرف پرسپولیسی هم خیلی دوستن که این بازی رو ببرن، چون در این صورت شانس خیلی زیادی دارن برای اینکه برسن به رتبه‌های بالاتر جدول. اما این بازی میتونه یه نبرد خیلی جذاب بین دفاع راستای دو تا تیم هم باشه. الالمود که از اول فصل یکی از بهترین بازیکن‌های پرسپولیس بوده و اون طرف رامین رضاییان که بهترین گلزن حال حاضر استقلاله. در مورد ورزشگاه بازی هم همونطور که میدونید استقلال میزبان این بازی، بازی رفت به میزبانی استقلال برگزار میشه و تصمیم جواد نکونام استقلال بوده که تو بازی توی عراق برگزار بشه و مثل اینکه دلیلشون هم این بوده که پرسپولیس توی عراق توی چند فصل اخیر خوب نتیجه نگرفته. و نمیخوام بگم فلان قد لایک کنید میرم ولاگ میگیرم، چون اصلا قرار نیست اتفاق بیفته. دلیلش هم الان بهتون میگم. به نظر من این بازی با نتیجه 1-1 مساوی تمام میشه. من واقعا فکر نمیکنم که جواد نکونام انقدی جرأتشو داشته باشه که این بازی بخواد خیلی هجومی کار کنه، چون همونطور که بهتون گفتم اگه این بازی به بازه بالای 99% اخراجش قطعیه. و خب موقعی که این فرصتو داره توی آسیا بتونه دوباره اعتبار خودشونو برگردونه، بعد چی باید بیاد جلوی پرسپولیس یه بازی هجومی به نمایش بذاره که عین بازی جلوی استقلال خوزستان و شمس آذر ملوان اونجوری به مشکل بخوره. و واقعیتش بخواید از اون طرفم گاریدو من فکر میکنم جرأتشو نداره که بخواد بیاد توی اولین دربی خودش یه بازی خیلی قشنگ و هجومی ارائه بده. به خاطر همین من فکر میکنم که این بازی از اون بازیای مزخرف خیلی کم موقعیت خواهد بود. امیدوارم که گل داشته باشه، ولی اگه 0-0 هم شد من واقعا اونجوری تعجب نمیکنم، چون تا جایی هم که میدونم وضعیت ورزشگاه عراق هم خیلی خوب نیست اصلا از لحاظ چمن و اینا. به خاطر همین نمیدونم، امیدوارم بازی خوبی از آب در بیاد، ولی حتما تو کامنت ها بنویسید که کجا با هم موافق بودین کجا مخالف. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، فعلا خدافظ.